شما میای اینجا و میخوایم که شروع کنیم چیکار کردن، درست کردن. میام اینجا برمیگردم میگم پی اچ پی آرتیزان، آرتیزان میک مدل پست داش ام سی آرش رو میزنیم. بزنم اون یک ششم اینا اس اف سی آر خوبه، میزنی همه رو برات میساز. این چقدر راحته این مدل، تازه گیت و پالیسی هم برات میتونه بذاره، هر رو نمیزیم این دوایی میسیم تا ایشون بسوزه. میایم اینجا، این یکی میشه چی؟ کامنت، تمام، منتظر میشه تو کامنتت هم بساز. میایم اینجا پستمون رو ساخته، من پستم در نهایت میخواد باشه دالر تیبل، دالر استرینگ، یه تایتلی داشته باشه 150 تا ادکسن، یه دالر تیبلی، یه گزینه استرینگی، گزینه ایمیج داشته باشه یه 100 تایی، یه دالر تیبلی داشته باشه، یه تکستی داشته باشه، یه دسکریپشنی داشته باشه. تمام، ایشون تمام شد. میایم میریم بعدی. این چیه؟ این ایمیجه. اینا رو ببندید دیگه. این وبم یوزر ایمیج هم من ببندم الکی جور واره میشه کنترلر این وبم باشه، چون ما یه روت ریسورس پست داریم و یه فانکشن هم. چه فانکشن؟ یه پست کنترلر هم داریم، کلاس و یه پارامترز چیز پست آیدی هم داریم. میایید اینجا چیکار میکنید الان؟ برید کامنت، کامنت چیا داره؟ استرینگ 100% فول نیم داره، خودمون رو اذیت نکنیم. من اینا رو بچه دیگه ول میکنم، بقیش نمی نویسم، خودتون باید بدونید چی. استرینگ دارم، گزینه ایمیل داره، بالاخره میخواد طرف کامنت بده ایمیل داره، استرینگ داره، کامنت داره. اما آنساین بیگ اینتیجر چی میشه؟ پست آیدی، درسته؟ گفتم مفرد جدول آندرلاین آیدی دالر تیبل فارن پست آیدی آن پست رفرنس آیدی آن دیلیت آن دیلیت کسکید. چرا؟ آقا پست پاک شد کامنت مربوط بشم پاک شدی به دردم نمیخوره که پست که پاک شد کامنت مربوط شم پاک شه. حالا میام اینجا CLS PHP PHP Artisan Migrate میزنی، تمام. میای اینجا F5 میای اینجا گزینه لایتک پست رو داری، کامنت هم داری، یه دقیقه میبینی اینجا چیکار میکنی، الکی دیتا پر نمیکنی. و اینا تمرینه برای اینکه دستت راحت‌تر راه بیفته. میای یه دقیقه میری تو پست، برمیگردی میگه پست فکتوری 5 تا پست، 3 تا پست درست میکنم، کرییت، تموم. توی کامنت هم همینطور، کامنت فکتوری 10 تا کامنت درست میکنم، کرییت. میدونم دارم از کرییت استفاده میکنم. یه دقیقه میام میرم اینجا چیکار میکنم، مینویسم پروتکتد دالر گاردد مقدار آیدی. خب اینم کپی میگیرم برای پستم میذارم، برای پستم میذارم، تمام شد و رفت. اینجا هم اوکی، میام میرم اینجا. خب بعد چیکار کنم؟ برم توی پست فکتوری اینجا برگردم بگم گزینه، بریم یه دقیقه من پست رو ببینم چیا داره. تایتل دالر دیس، اینقدر می نویسم تو ذهنتون دیگه جا بگیره. فیکر تایتل اینجا ایمیج دالر دیس فیکر ایمیج یو آر ال
URL بعدی description dollar this faker text تموم شد. ایشون تمومه. میریم سراغ این یکی comment factory. comment چیا داره؟ full name. تموم شد که یادمه. اینش هم بزرگ بود. حواست باشیم اینا. dollar this faker فول نیم نداره، فرست نیم، مثلا میل، ببینیم چی داره، تایتل میل، فرست میل، فرست نیم میل، همین بسته، فرست نیم گذاشت بس. ایمیل، این خودش داره. داره، دیس فیکر، ایمیل، و گزینه بعدی، کامنتس، داره، دیس فیکر. کامنت اینجا داره، کامنت نداره، تایتل میذارم و بعدی پست آیدی. آقا اینجا بس چه عددی رو بذاره؟ بین 1 تا 3 دیگه درسته؟ یه نامبر بیتوین بزنید بره بین 1 تا 3. تموم شد. کافیه بیاید اینجا برگردید بگید php artisan آرتیزان دی بی سید دشتش کلاس پست سیدر سیدر استتون بزرگه سیدر میزنی پستتو جنریت کرد اینجا میشه کامنت سیدر میزنی کامنتت هم بسیار عالی گونه این لیست کامنت اسمش چی بوده؟ کامنت فکتوری کامنت کامنت سیدر داره میگه آنام کالم کامنت یعنی چی؟ مگه من نذاشتمش تو سیدر اینجا کریه 10 تا توی فکتوری کامنت مگه نداره؟ کامنتس داره میگه کامنتس حواسم نبود بیام برم در اینجا میزنی جنریت میکنه الان F5 میزنیم 10 تا جنریت شد ببین چند تا دو داره 4 تا دو داره 4 تا 3 داره دو تا هم 1 داره اینا هر کدوم به چی هدایت میشن پست شماره 1 پست شماره 3 پست شماره 2 خب حالا بریم تازه خروجی رو شروع کنیم گرفتن.